بعد مشکل این موتور این است که ببینید ماکسیمم 12 ولت 9 آمپر بر ساعت. این یعنی داخل این در واقع باتری خودش یه خازنه عظیمه، ولی داخلش یه دونه رزیستور هست، یه دونه مقاومت هست که باعث میشه که مقداری که آمپری که خارج میشه ازش به طور مهار شده باشه. این الان بهترین مدل باتری که من تو ایران پیدا کردم، ولی با همین احوالی همینجوریش هم سوخته، یعنی عملا ولتاژ باتری باید حدود بالای 12.7 باشه، ولی الان حتی 11 خورده ای بیشتر نیست. تازه این باتری نو هست و این حرفا. حالا بگذاریم، تازه تایلندی هم هست. anyway. بعد خب الان این چیکار می‌کنیم؟ اثر مثبت اثر منفی یه دونه مستقیم میاد. این خازنه‌های الکترولایت هستن، که 4700 میکروفارد هستن و 50 ولت. شما میتونید 25 ولتش هم پیدا بکنید، کوچیک‌تره اینقده. این الان 50 ولت بزرگه. حالا فرقش این اندازه ارتفاع قوطی کبریته. anyway. من الان دو تا از این خازنه‌ها رو داخل این به صورت موازی، یعنی مثبت به مثبت، منفی به منفی وصل کردم. بعد این منفیه که میره به سر باتری، مثبت میاد به سویچ، این سویچه میاد به سویچ، پس سویچ میره به سر باتری مثبت. حالا این سویچ توضیح میدم چرا سویچ گذاشتم. پس این 4700 میکروفاراده و وقتی که سویچ واز میکنی الان سویچ واز میشه. سویچ که واز میشه برق وارد این میشه. این 5 دقیقه طول میکشه این خازن تا شارژ بشه. این خازن به صورت موازی هست، یعنی 4700 4700، پس میشه 9400. ما برق وارد این خازن میکنیم. فرق خازن اینه که این خازن ها مقاومت ندارن، یعنی وقتی که میخوای جوس ازش بکشی بیرون یهو خودشو ول میکنه. پس یه حجم عظیمی از آمپر میتونه با ما در زمان کوتاهی تغذیه بکنه. حالا فایدهش به چه دردی میخوره؟ وقتی میخوای فلش بزنی یا وقتی میخوای بوق بزنی، فرض کن بوقی داری 150 وات برق داره، یا وقتی میخوای فلش بزنی فرض اکسلرایت داری مثلا روی چیزا گاردات اکسلرایت داری، اکسلرایتد مثلا فک فلش هستن، مثلا فرض کن هر کدومشون چه میدونم 200 وات رو هم دیگه فرض کن 200 وات داری. بعد هدلایت داری، هدلایت هم 70 واته، 70 وات اونجا 200 وات اونجا 270 وات، 270 وات بوق هم میخوای بزنی مثلا بوق هم میشه 170 وات. پس شما یه همچین برق عظیمی رو نمیتونی از باتری انتظار داشته باشی که به شما خروجی بده. بوقت خیلی ضعیف میشه، نورت ضعیف میشه، بعد اون موقع که لازم داری توان کافی نداره، جوس کافی نداره باتری که به تو اون آمپر رو در لحظه که احتیاج داری بهت بده. در این مواقع شما این سویچ رو قبلا از قبل باز می‌کنی، بعد درشو می‌ذاری، رانندگی تو می‌کنه. اون موقع که لازم داری جوسی که، یعنی وقتی که اون فلش رو می‌زنی جوس از این داخل این خازن، من اینو داخل این گذاشتم، این جعبه قرص جوشانه داخل این فیزی باکس گذاشتم، بعد وقت این جوس رو به شکل عظیمی وارد چیز میکنه. تمام موادی که تمام به اصطلاح ابزارهایی که برقش هستن استفاده میکنن، حالا چه اکسلرایت باشه، چه هدلایت باشه، چه بوق هدلات باشه، توین هورنت باشه، اون استفاده میکنه. پس رو هم دیگه این 4700. حالا این الان ممکنه خیلی استفاده میکنم، یعنی این امنیت نداره این حرفا. اول از همه به خاطر همین قضیه من یه دونه اینجا سویچ گذاشتم. پس وقتی لازمش نداریم، میدونیم که مثلا ما احتیاج به فلش نداریم، احتیاج به بوق قوی نداریم، وقتی تو روز داریم رانندگی میکنیم فلششون خالی میکنیم. اما وقتی فرض کنیم قصد داری که سفر بکنیم، مثلا قصد داری به شمالی کشور بریم و این حرفا، بعد تو این رانندگی احتیاج داری که مثلا فرض کنیم وقتی داخل تونل شدی فلش بزنی یا مثلا بوق بزنی و همزمان، یعنی یه برق عظیمی رو حتما لازم داری، در این مواقع سویچ رو واز میکنی، این سویچ رو واز میکنی، بعد این داخلش 5 دقیقه صبر میکنی تا این خازنه ها شارژ بشن. وقتی موتور روشن هست، حتی خاموش هم هست، شارژ بشن. بعد دیگه مطمئن هستی که ما مقدار قابل توجهی الکتریسیته داریم که مثلا بتونه جریان داریم که بتونه این موادی که به صدا داریم، ابزارهایی که داریم، ابزاری برقی که موتورسیکلت داره، بتونه تحمل بکنه. حتی خیلی هستن که اینو جدا میکنن، یعنی اصلا باتری رو میذارن کنار و از خود جوس استفاده میکنن، یعنی از خود خازن استفاده میکنن، که اون در مورد موتورسیکلت های مثلا 70 سی 125 سی سی جواب میده، که مثلا شما یه هندل میزنی، بعد با هندل موتور روشن میکنی، موتور شارژر موتور اون چیزش چی میگن آلترناتور رو به اصطلاح یکسو کننده و همه این چیزا، باعث میشه که برق این خازن ها شارژ میشه بعد حدود همون 5 دقیقه. بعد وقتی بعد از 5 دقیقه وقت شما میتونی از مثلا بوق تو چراغ و غیره استفاده کنی. اما نکته اینجاست که اون اولا که چیز منطقی نیست، به خاطر اینکه شما عملا فرض کن، خب مثلا فرض کن چراغ در آن واحد همیشه روشنه، حالا بوق رو یه دفعه میزنی ولی چراغ دائم روشنه، پس این کار عاقلانه نیست که مثلا این کار میکنه. بعد خازن هم یه طوریه که همیشه لیک دارن، یعنی همیشه ازشون به اصطلاح چی میگن مقدار قابل توجه جریان از بین میره، جریان زائد دارن. این جریان زائدی که باعث میشه که به اصطلاح در بمور زمان به قطعات داخلی موتورتون آسیب برسونه، چون شما خاموش میکنی ولی خب عملا این جوس توی خازن وجود داره بعد تخلیه بشه. و همزمان اینه در نظر بگیرید که این موتورسیکلت برقش با به اصطلاح دور موتور کم و زیاد میشه، هم جریان کم و زیاد میشه، هم یعنی هم مقدار ولتاژ کم و زیاد میشه، هم مقدار جریان عوض میشه. و خازن ها طوری طراحی
شدن که معمولا مقاومت میکنن، یعنی تحمل میکنن، اما بعد یه مدتی دیگه اصلا خود خازن نابود میشه، داخلش اون موادی که به اصطلاح قرار شارژ بکنه دیشارژ بکنه به مرور زمان نابود میشن. همون اولش سالمه، اینا که مثلا میگن یه دستگاهی میذارن مثلا میگن که جایگزین موتور چیز جایگزین باتری موتورسیکلت، در واقع دو تا خازن گذاشتن، یه دونه خازن گذاشتن فرض کنید، یه دونه دیگه در بهترین حالت مثلا یه دونه چیز گذاشتن اسپشیال دیود گذاشتن، کل اصل قضیه یه دونه خازنه. این خازنه هر کدوم 20000 تومان بیشتر نیست، یعنی شما 40000 تومان میدی که فقط یه خورده جوس موتورت بره بالا. بعد اینا رو میتونی خودت بگیری بذاری مثلا توی جعبه چیزی، مثلا چیز شاقی نیستش که مثلا 40000 تومان میتونی همین کارو بکنی. ولی مثلا یه دونه خازن فسکالی گذاشتن داخل جعبه، روش هم مهر موم کردن مثلا بهت میفروشن مثلا چه میدونم 60 تومان 100 تومان نمیدونم چند میفروشن. anyway، اما نکته اینجاست که این خازنه بعد این مدتی نابود میشن. هم اول که کار میکنی خیلی خوب هستن، کار میکنن، بالاخره خازنه دیگه، یعنی قابلیتش اینه که مواد جوس اولیه رو میگیره داخل خودش جمع میکنه، وقتی لازم داری با حجم عظیم به اصطلاح آمپر بیرون به تو تخلیه میکنه، شارژ بشه دیشارژ بشه، شارژ بشه دیشارژ بشه، بعد از این مدتی کلا از بین میره و خاصیت خازن بودن خودش از دست میده. و جدا از این میتونه تمام سیمای داخلی، چون اینا ولتاژ بالایی هستن، من الان 50 ولت استفاده میکنم، 25 ولتش هم تازه بالاست، یعنی سیمای شما طوری طراحی شده باشه موتورتون ضعیف بشه، اصلا همون 12 ولت هم براتون زیاد باشه. خب اگه باعث بشه سیماتون داغ بکنه به مرور زمان، این باعث میشه باعث اتصال کوتاه میشه، شورت سیرکت میشه و به همین خاطر آسیب میزنه به موتورسیکلتتون. ولی خب در حالت کلی اگه موتورسیکلتی دارین بیشتر از مثلا 125 سی سی و یه باتری در به داغون دارین، مثلا تمام باتری که تو ایران میتونی پیدا بکنی، مثلا همین باتری که الان من تازه نو خریدم اما هنوزم که هنوز آتشخاله، میتونی اینو بذاری سرش، هر وقت لازم داشی سوئیچش آن میکنی، هر وقت لازم نشی سوئیچش آف میکنی، وقتی لازم داری برای فلش و چیزای دیگه و تو روز تو شب رانندگی میکنه این حرفا، پس سوئیچشو روشن بکن وقتی مثلا میخوای بری جاده شمالی جایی میخوای بری. ولی وقتی که مثلا تو شهر فقط داری میری صبح میری سر کار این حرفا، دیگه لازمه احتیاج به فلش و این چیزا نداری، پس سوئیچشو خاموش بکن. ولی داشتنش خوبه، وقتی لازمش داشته باشی، اون وقت احتیاج داشته باشی، این میدونی که از حد میشه، همیشه سر جاش هست. anyway، I hope you guys find this entertaining or something useful, educational, whatever. Thanks for watching. Have a good